حتی بعد از گذشت سالها از اون طلای به یاد موندنی، هنوز هم مردم ایران اون اتفاق رو فراموش نکردن. مشت‌های علیرضا سلیمانی، شکست بمب گاتنر و طلای 130 کیلو. علیرضا سلیمانی اون اتفاق عظیم و خاطر انگیز رو رقم زد. کسب اولین مدال طلای کشتی ما پس از انقلاب و پیروزی در مقابل یکی از اعجوبه‌های کشتی دنیا. باشی که مشاهده می‌فرمایید در وزن 130 کیلو علیرضا سلیمانی از جمهوری اسلامی ایران با دو بنده آبی رو به تصویر در مقابل بوریس بوم گاتنر از امریکا، قهرمان جهان و بانواندار المپیک در ابتدای کار من ایره برای اجرای فن لینک ناموفق بوریس گاتنر برزیدی اقدام میکنه با خیمه سنگین سلیمانی مواجه میشه. یه زیرگیری از همجا ادامه میدید زیر سر رو و سعی میکنه که خاک کنه سلیمانی، اینجا موفق میشه خاک کنه سلیمانی و اولین امتیاز رو بگیره. بروز بوم گاتنر از امریکا به دنبال اجرای فن بارانداز از سعی در فن بارانداز رو به اجرا بذاره، میشه رو سینهش ناموفق داره وسط به خاطر اینکه در حالت خاک از توشن خارج شده بودن با در خاک بشینه، میره برای یه پاروکار به دنبال بارانداز میشه رو سینهش میتونه بارانداز اجرا میکنه و موفق میشه. دو امتیاز بگیره با نکنید یه آدمه که 130 کیلو رو بخواد بارانداز بزنه یه کشتی براش سخت و دشوار است. همین میگه چگونه بارانداز رو حالا یک بار دیگه زیرگیری میکنه بروس بوم گاتنر و خاک میکنه و چهارمین امتیاز رو میگیره. دو تا خاک یه بارانداز، 4-3 پیش میفته. ادامه کار در خاک و علیرضا سلیمانی در خاک میشینه میره برای کنده کشی، بدنشو به طرف مخالف هدایت میکنه، از کارو به اون نمیده، کنده کشی رو خونسا میکنه و در وسط کشتی رو سرقا میده. در فینال وزن 130 کیلو از مسابقات جهانی مارتینی سوئیس رو مشاهده می‌کنید. یه زیرگیر از سلیمانی میره تا اینکه به پل بزنه حریف و دستمای اوجبن یه لحظه نیمکیلو میکنه، اما امتیاز یکی میده داور. میتونست دوتا بده، دوتا هم داشت، واقعا میتونست دوتا داشته باشه. بالاخره یک امتیاز میده، مرا کشی 4-1 میشه، 4-1 به نفع بوریس بوم گاتنر از امریکا در فینال وزن 130 کیلو مسابقات جهانی 1989 مارتینی سوئیس. برای اقدام میکنه یک بار دیگه گاتنر، مثل یه سبک وزیر گیری میکنه این کشتی گیر، مثل یه سبک وزیر گیری میکنه خیمه سنگین از سلیمانی. حالا دست و صدی رو باز کنه که به خاطر مکس و تلالی بیش از حد داور وسط سرپا میکنه. یک بار دیگه زیر گیری میکنه، مرتب حمله میکنه، زیرگیری میکنه و سلیمانی حالا دیگه اجرای کار به اون نمیده، میدونه اگه به پا بزنه میره برای کنده کشی، صدر کنده رو بالا میده، یه کنده هم اجرا میکنه و موفق میشه دو امتیاز بگیره از حریف خودش و کشی رو 4-3 میکنه. اختلاف امتیازات کم میشه، حالا یه زیر یه خم از سلیمانی ناموفقه و نمیتونه زیرگیری سر رو نتیجه ای بگیره. حمله میکنه سلیمانی هم، اما حریف هم قدر و توانمند هست، اون ماندار جان المپیک. حالا گاتنر که زیرگیری میکنه، یه زیرگیر از گاتنر، سلیمانی پاشو عقب پرتاب میکنه و سعی میکنه که خاک کنه حریف خودشو. گاتنر هم میزده کرو نمیده و دوباره افتاد کشی رو سرپا میده. یک بار دیگه سلیمانی زیر خم سر بغل خاک و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره و کشی رو حالا 4-4 برابر میکنه. 4-4 برابر. هر کشتیگیری که اولین امتیاز بگیره برنده خواهد شد. سلیمانی که سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره، دستاش کار میکنه، یا زیرگیری از سلیمانی پای رفت توش خارج میکنه، اما امتیازی داده نمیشه. رفت توش خارج کرد، یه زیر خوب رفت اما نتونست به پا برسه و باز هم در تلاش هست اینکه بتونه سلیمانی زیرهای زیبای خودشو بگیره که او هم مثل یه سبک وست زیرگیر هست. برای زیرگیر اقدام میکنه گاتنر، خیمه سنگین از سلیمانی زیرکارمون نمیده. هر کشتیگیری خواب کنه برنده خواهد شد. سلیمانی یه خیمه اصلا اینجا سعی میکنه فن لینگ رو به اجرا بذاره که دو کشتی در توشک خارج میشن، از کار در امتیازی دادی نمیشه به کشتیگیر و در ادامه کار با اصلا در تلاش هست اینکه بتونه علیرضا سلیمانی فنون خودشو به اجرا بذاره. یک بار دیگه گاتنری که سعی داره زیرگیری کنه پای با موفق میشه کشتیگیر من رو خارج کنه، امتیازی در بر نداره، این زیرگیرم امتیازی نداره. دو کشتیگیر کاملا خسته شدن، کاملا خسته شدن. منو کدام کشتیگیر میتونه خاک کنه و مدال طلای سنگین وزن از آن خودش کنه؟ سلیمان از جای خودش به سختی بلند میشه، خسته شدن دو کشتیگیر. برای اینکه اقدام میکنه زیر خم تبدیل به سعی میکنه دو خم کنه، جا خاک میکنه و موفق میشه حریف خودش رو شکست بده و مدال طلا رو از آن خودش میکنه. سلیمانی به حکومت روسها در این وضع خاتمه داد. مجید ترکان و عسکری محمدیان هم به ترتیب در 52 و 57 برنز و نقره گرفتند. علیرضا سلیمانی در مارتینی در حالی طلا گرفت که در طول مسابقات سه قهرمان بزرگ رو شکست داد. تاسکین از ترکیه، شرودر از آلمان و بوریس بوم گاتنر این سه حریف بودن. طلای سلیمانی با آستاب زیادی در جامعه داشت و از اون همیشه به عنوان یک اتفاق شگرف در تاریخ کشتی ایران یاد میشه. سلیمانی در حالی قهرمان شد که روی سکوی قهرمانی بالاتر از قهرمانان آمریکا و شوروی ایستاده بود. عسکری محمدیان نقره المپیک رو این بار در جهانی سوئیس تکرار کرد.
در وزنی که کیم سانگ سیک از کره شمالی طلا گرفت، مرد نقره ما باز هم به طلا نرسید. خوشی که مشاهده می‌کنم در وزن 57 کیلو مسابقات جهانی 1989 مارتینی سوئیس که در اکتیر کار کشکیل کره شمالی مفهم شد با یه مچ پا خاک کنه. فینال وزن 57 کیلو از مسابقات جهانی مارتینی سوئیس در ثانیه اول مبارزه کیم یانگ سینگ از کره شمالی مفهم شد با یه زیرگیری از کریم احمدانو خاک کنه. از کریم احمدانو بود و بنده قرمز مشاهده می‌فهمیم که سعی داره با رو دست بدل کاری کنه. یه کار رو نمیده سینگ به او. حالا سعی می‌کنه که بارانداز به اجرا بزنه میکشی رو سینه‌اش. یه بارانداز هم اجرا میکنه و مفهم میشه دو امتیازی که با اجرای فن بارانداز بگیره. این سینگ آماده همچون بر و باد به پای عسکر محمدان میرسه. این سینگ خاک کنه. عسکر محمدان سعی میکنه کنده کشی کنه. یه کار با عقربک جواب میده و سعی میکنه که عسکر محمد اینجا یه لحظه دستش ستون میشه و یه امتیاز برای کشتگیری کره میدن. یه امتیاز برای کشتگیری کره میدن و کشتگیری حالا 4-0 میشه. دو کشتگیر در سرشاخ روی دستان هم یک کار میکنه، باز هم زیرگیری میکنه کشتگیر سینگ و اینجا موفق میشه حریف خودشو خاک کنه و از روی امتیاز بگیره. اون امتیازو ندادن، اینجا یک امتیاز میدن و کالا کشتی 4-0 میشه. 4-0 امتیاز قبلی رو داوران ندادن، داور وسط داد دیستوکه و قاضی نداد. بله تابلو امتیاز دو مشاهده میفرمایید 4-0 به نفع کیم یانگ سینگ از کره شمالی در فینال وزن 57 کیلو مسابقات مارتینی سوئیس. یک بار دیگه باید میره برای فیتو، یه فیتو اجرا میکنه از کریم احمدیان روی خیمه که زد روی حریف خود و موفق شد دو امتیاز بگیره. حالا کاشی 4-2 میشه، میره خاک میکنه که دیگه امتیازی نداره چون ادامه کار بوده. دانسی کشی 4-2 از کریم احمدیان به دنبال اجرا فن بارانداز هست. سعی میکنه بارانداز به اجرا بده، یه لحظه میشه رو سینه‌اش تا داره حریف به هم میزنه، ایزو کار رو نمیده. میرفت تو اینکه بارانداز رو بزنه که زده بود 4-4 برابر بودن. یک بار دیگه با دستو سعی میکنه زیرگیری کنه، کشتگیر خاکی میکنه، کشتگیر مامو کشتگیر را 4-3 میکنه. 4-3 به دنبال بارانداز. سعی میکنه بارانداز رو به اجرا بزنه، بارانداز بزنه برنده است 4-3. حالا پارو در سگک میکنه، از طرف دیگه میره برای اجرای فن برانداز، کارو بول نمیده. یک بار دیگه هم در تلاش است تا اینکه در اینجا وقت اتمام میرسه و موفق میشه در فینال مسابقات وزن 57 کیلو 4-3 از کریم احمدیان ما رو شکست بده و از کریم احمدیان مدال نقره میگیره. یه اردوی نیم بند در تهران شکل گرفت و همین اردوی نیم بند باعث شد که ما باز هم یکی از ستاره های کشتی خودمون رو دست بدیم. محمد حسن محبی در فاصله 2 روز به اعزام تیم به مسابقات جهانی سال 1989 در مارتینی سوئیس در حین تمرین با علیرضا سلیمانی در سالن توفیق جهانبخت امجدیه دچار پارگی کشاله ران شد و نتونست در ترکیب تیم حاضر بشه، در حالی که اگر او اون سال در کنار تیم بود حتما یه مدال به دست می آورد. و سرانجام مجید ترکان که نخستین مدال رو در بوداپست 1985 گرفته بود و در سئول هم ناکام، در 52 کیلو برنز گرفت. یوردانوف بلغار نابغه کشتی جهان در این وزن طلایی شد و ولادیمیر توگوزوف که در المپیک ترکان رو برده بود به نقره رسید. یک طلا، یک نقره و یک برنز نتیجه کار ما در جهانی سوئیس بود. نتیجه نسبتا مطلوب که کشتی ایران رو باز هم در مسیر مدال‌آوری و درخشش قرار داد. در تقویم اومده بود که تیم ایران باید در تیر ماه در مسابقات قهرمانی آسیا در اورایی ژاپن شرکت بکنه. به همین دلیل مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد، تیمی انتخاب شد و با مشکلات فراوان درست 3 ساعت قبل از وزن کشی مسابقات قهرمانی آسیا به شهر اورایی ژاپن رسید. کشتیگیران حتی فرصت وزن کم کردن نداشتند. بسیاری از کشتیگیران تو هواپیمایی که به طرف ژاپن می‌رفتیم و نزدیک به 14-15 ساعت تو راه بودیم از شدت تغذیه نامناسب و رژیم غذایی سنگین کف هواپیما خوابیده بودن تا از خنکی کف هواپیما اون گرمای بدنشون رو کاهش بدن. بدون اینکه سونایی در اختیارمون باشه مستقیم رفتیم و سر وزن‌کشی شرکت کردیم. تیم ما با 5 مدال طلا این بار قهرمان آسیا شد، ولی در کشتی فرنگی فقط علیرضا لرستانی بود که در سنگین وزن صاحب مدال طلا شد.
27مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به سال 1990 در توکیو ژاپن برگزار شد، جایی که منصور برزگر به عنوان سرمربی تیم ملی حضور داشت و تیم کشتی ایران با یک پله صعود نسبت به جهانی مارتینی چهارم شد. باز هم 3 مدال، این بار 1 طلا و 2 برنز. مجید ترکان طلای ما بود و امیررضا خادم و محمد حسن محبی هم در 74 و 90 کیلو برنز گرفتند. مجید ترکان، چهره با استعداد و فنی کشتی ایران. او که پیش از این 1 نقره و 1 برنز جهان رو در کارنامه داشت و در سبک وزن از خوب‌های دنیا بود. ترکان که در 48 کیلو نقره جهان رو در 1985 بوداپست به دست آورده بود و سال قبل در سوئیس در 52 کیلو برنز گرفته بود، این بار به طلا بوسه زد. خب، یک کشتی حساس، رقابت‌های قهرمانی جهان به سال 1990، مجید ترکان در اوج آمادگی با دوبندی آبی در مقابل کشتیگر قدرتمند آمریکا زکی جونز قرار گرفت که در همون ابتدای کار با یه زیرگیری سری موفق شد حریف رو خاک کنه. ترکان که در زیرگیری استاد هست، به این صورت اراده میکنه به پای حریف میرسه. هم زکی جونز کشتیگر قدرتمند آمریکایی، حالا ترکان در خاک به دنبال این هست که فیتلیپیش رو به سبک خودش بتابونه، موفق میشه که بتابونه و 2 امتیاز دیگر رو به دست بیاره. این دور از رقابت‌ها مجید در اوج آمادگی بود. دوستان برای سیگری اقدام میکنه، به چه صورتی تبدیل به دخم خاک میکنه، در همون حالت میتابونه. از زکی جونز رو اسیر آمادگی و فنون خودش کرده، شده به چه صورتی دست هم دست رو گرو گرفت، در همون حالت برانداز رو تابون، در ادامه زکی جونز رو کرد و حالا یک امتیاز هم زکی جونز بگیره. اسیر زیرگیری ها و در خاک فنون مجید ترکان شده زکی جونز، کشتیگر قدرتمند آمریکایی. اینجا او زیرگیری میکنه، اینجا سعی داره که مجید رو دست بشینه، در همون حالت رو کنه، رو میکنه و موفق میشه یک امتیاز دیگر رو به دست بیاره. یک کشتی برتر گرفته مجید ترکان، کلاس بالای کشتی خودش رو مشاهده میکنه که به رخ حریف آمریکایی میکشه. اینجا دور میزنه زکی جونز، اصلا کار 8-3 همچنان ترکان پیش هست و امیدوار هستیم که در این دیدار بتونیم حریف آمریکایی رو با همین سبک و سیاق شکست بده. هجوم های پیاپی، یه زیر دخم عالی خاک میکنه، چقدر زیبا، چقدر زیبا دخم رو گرفت خاک کرد و یک امتیاز دیگر رو به دست میاره. ترکان کشتی ایرانی رو در این دیدار به بهترین شکل ممکن به نمایش میذاره و حالا همچنان حریف رو در اختیار داره، سعی داره که رفته رفته پا رو گروه بگیره، کار رو آماده کنه برای مایه فیتلیپیش که نهایتاً ترکان در این دیدار موفق بشه که زکی جونز کشتیگر آمریکایی رو شکست. در یکی از به یاد ماندنی ترین کشتی های تاریخ ایران، در فینالی با شکوه، پیروزی بر یوردانوف بزرگ در فینال این وزن با اقتدار کامل و اختلاف امتیازی بالا، در وزنی که اصلاً آقایف از شوروی برنز گرفت، ترکان آقایی کرد و بر بام ایستاد. کوچیکی مشاهده می‌فرمایید فینال وزن 52 کیلو مسابقات جهانی 1990 ژاپن، مجید ترکان از جمهوری اسلامی ایران با دو بنده آبی سمت راست تصویر در مقابل یوردانوف از بلغارستان عجوبه کشتی بلغارها برای دیگه اقدام میکنه. یه زیر دخم از مجید ترکان، اصلا دو پشت در میارین کشتیگیر باهوش و زیرک بلغاری که به روباه مکار معروف هست. این کشتیگیر میره برای زیرگیری، مجید ترکان اصلا دو میره برای کنده کشی، یوردانوف به دنبال کنده کشی هست که سعی میکنه کنده کشی از همونجوری به پل میزه در مایه شترقر تعریف خودشو و موفق میشه 2 امتیاز بگیره. یک امتیاز برای کشتیگیر بلغارستانی میدن، 2-1 به نفع کشتیگیر ما. یه 2 امتیاز برای کشتیگیر ما به پر میزنه، یک امتیاز برای اون که خاک میکنه مجید ترکان در بیرون و در ادامه کار چون خاک کرده را در وسط دوشک مجید ترکان در خاک میشونه، میره برای اجرای فن سعدون کنده استانبولی بالا بیاره که نموفقه. مجید ترکان این کار به اون نمیده، یک بار دیگه سعد در مای کنده استانبولی حریف رو بیب کنه، از همونجا بابا درکاری به پل میزنه، حریف خودش من موفق میشه 2 امتیاز دیگه بگیره، کشتیگیر باهوش و زیرک و بدلکار ما و موفق میشه. حالا یک امتیاز هم رو میکنه، کشتیگیر بلغارستان میگیره، 4-2 میشه. برابر زیرگیری اقدام میکنه یک بار دیگه مجید ترکان، مهاجم هست، جنگنده و جسور این کشتیگیر، یک پارچه
تلاش میکنه، یعنی خاک میکنه کشکی. اون یه امتیاز ندادن، اینجا یه امتیاز میدن و کشکی الان 4-2 میشه، 4-2، و سعی میکنه که تلاش خودشو به دنبال کنده یزدی بند هستن، یعنی کنده یزدی بند بولا بیاره یک بار دیگه به دنبال کنده یزدی بند. من یه ترکان یه دیده مچه پا به پال میزنه، موفق شد دو امتیاز بگیر از حریف خودش و کشکی 6-2 میکنه در فینال مسابقات جهانی 1990. یک بار دیگه زیرگیری از ترکان، از همینجا به پل میزنه حریف خودش و موفق میشه امتیاز دیگه بگیره که اینجا دیگه وقت تمام شده. دو امتیاز رو در میدن. ببینیم که امتیازات 6-2 مگیر ترکان موفق میشه حریف خودش شکست بده. یک کشتی جذاب و دیدنی. تبریک میگی مدال طلای مگیر ترکان رو به کلی هموطنان عزیزم. دیگر چهره موفق ما امیررضا خادم بود. امیررضا که از این سال به 74 کیلوگرم اومده بود، در واقع درخشش خود در کشتی جهان رو در این وزن و از این سال آغاز کرد. او بعد از رحمت صوفیادی از بلغارستان و نصیر گاتجیانوف از شوروی به برنز جهان رسید. کاچی که مشاهده می‌فرمایید در وزن 74 کیلو مسابقات جهانی 1990 ژاپن، امیررضا خادم از جمهوری اسلامی ایران با دوبنده آبی در اپیل کار یا زیر دخن میگیره و حریف از رومانی سعی داره که فن فیتو رو به اجرا بذاره. خادم از همجبا یه میان کوب خاک میکنه حریف خودشو، موفق میشه یک امتیاز بگیره. به دنبال برانداز یه برانداز هم اجرا میکنه و موفق میشه دو امتیاز با فن برانداز از حریف خودش بگیره. میره برای فیتیل پیش، به دنبال فیتیل پیش از صدر فیتیل پیش به اجرا بذاره که داور وسط کشور سرپا میده. یک بار دیگه با یه حمله حریف خودش رو به پال میزنه، دست درمای عجبند میره که حریف خود ضربه فنی کنه، پل شکم رو گرفته از حریف خودش که فرار میکنه از این پل و میره برای برانداز. یک بار دیگه یه برانداز دیگه هم اجرا میکنه و موفق بشه دو امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. مهاجم و جنگنده و جسور ظاهر میشه بازم امیررضا خادم. یه زیر دو خم حریف میره برای کنده کشی، اصلا جو با بدل کاری سعی داره که خادم رو رول بزنه که امتیازی داده نمیشه، صدر رو رو کنه و خاک کنه امیررضا خادم. امیررضا خادم اینجا یک دهسه در خاک میاد بشینه که بلند میشه جای خودش، بلند میشه باسم در سرشاخ میره برای زیرگیری. حملات پی در پی امیررضا خادم حریف رو کلافه کرده، گیج و سردرگم روی زیرگیری میاد تا اینکه فیتو رو به اجرا بذاره. میاد فیتو رو به اجرا بذاره، ثانیه‌های پایانی مبارزه وقت به اتمام میرسه و امیررضا خادم موفق میشه با نتیجه 7-0 حریفی از رومانی رو شکست بده. جنگنده جسور بیباد مهاجم خواهد شد. و سرانجام محمد حسن محبی که او هم به برنز رسید. در حضور مخارب کادراتسف و کریس کمپل که اول و دوم شدند، برنز محبی حائز اهمیت و قابل توجه بود. در توکیو ژاپن یه کشتیگیری از مغول آمده بود که ایشان بعدش هم شاید بگم 2 سال بعدم در 90 کیلو نایب قهرمان جهان شد، فقط به اون روسیه باخت. ولی من در اون مسابقه خیلی وزن کم کرده بودم، وزنم بالا بود، حدود 4-5 کیلو وزن کم کرده بودم و دور اولم به این کشتیگیر مغول خوردم. ولی خب خوشبختانه سال بعدش که در مسابقات جهانی توکیو شرکت کردم، در دور سوم همین مغولی بردم. آره، در جهانی بعد آخرین کشتی های من بود. من دیگه بعد از جهانی 90 کشتی نگرفتم و به حمدالله خلاصه بخت با ما یاری کرد و توانستم خلاصه تلافی اون مسابقاتی که در ژاپن باخته بودم توی مسابقات جهانی ژاپن درآورم. خوشی که مشاهدین تمامید وزن 82 کیلو حسین محبی از جمهوری اسلامی ایران با دوبنده قرمز مبارزه بکنه با لیکراد از فرانسه. در زیری اقدام میکنه لیکراد، اما پرپی قرص و محکم محبی از کار به اون نمیده. حالا میره برای کنده کشی، سندر از همونجا کنده حریف رو بالا بیاره. پرپی قرص محبی از کار نمیده و موفق میشه خاک کنه حریف رو سیگه امتیاز بگیره. یک بار دیگه لیکراد برای زیری اقدام میکنه که محبی موفق میشه با یه رتبی خاک کنه اونو. مثل همه کرمانشاه پای قرص و تمی داره، پاره در بر سگگ دوب یا پاجه هم در سگگ دوب به پال میزنه حریف خودش و مطمئن میشه دو امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. یه دو امتیاز دیگه میگیره و یک بار دیگه زیرگیری از یک راد، اما هر چه رفته به در بسته خورده. پاهایی که مثل
واقعا پرقدرت نیرومند و اجازه کار نمیده. هرچه زیرگیری کرده لیگراد فرانسوی خودش امتیاز داده و تقاضی اختار میشه برای کشتگیر ما، چون حمله زیاد کرده. حالا روی حمله اون یک بار دیگه سرگردن ما هار میکنه تا اینکه بتونه خاک کنه حریف خودشو. محبی اینجا با یه رکبی تا داره حریف رو به هم میزنه و به دنبال اون خاک میکنه حریف خودشو. در خاک میره برای جهان باراندازه رو تبدیل میکنه به کنده و سعی میکنه که کنده حریف خودشو بالا بیاره و مشاهده میفهمه 5-1 کشتگیر ما محبی از حریف خودش پیش هست. 5-1 حالا سطح یکی رو جفتی جور میکنه تا اینکه بتونه با سطح یکی حریف رو ضربه فنی کنه که روها میکنه خاک میکنه. یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، یک امتیاز دیگه میگیره. دست در مایه کلیپ کشی، در مایه کلیپ کشی از اونجا رو میکنه کشتگیر فرانسه، رو میکنه و یک امتیاز منا او میگیره. حالا پاره در سگک رو میکنه و سعی میکنه که در مایه سگک رو و بی در این کشی موفق میشه حریف فرانسوی خودش رو شکست بده. از دیگر موارد قابل اشاره میشه به آخرین حضور رضا سوخته‌سرایی در مسابقات قهرمانی جهان اشاره کرد. سوخته‌سرایی که در نهایت در این مسابقات در 130 کیلو هفتم شد، در آستانه 40 سالگی با بومگارتنر آمریکایی هم کشتی گرفت و در حالی که تعداد اختار کشتیگیر آمریکایی بیشتر بود، یک بار خاک شد و کشتی رو واگذار کرد. سوخته‌سرایی در آستانه 40 سالگی درست وقتی متوجه شد که باید در مسابقات جهانی شرکت بکنه که علیرضا سلیمانی اعلام کرد قادر به حضور در مسابقات جهانی نیست به دلیل آسیب دیده. و رضا سوخته‌سرایی که نه آماده بود نه سنش اقتضا میکرد در رقابت‌های جهانی شرکت بکنه، ناچار شد بره و جای خالی او رو پر بکنه. دیگر کشتیگیران تیم ها مثل تقی اکبر نژاد، علی اکبر نژاد، عسکری محمدیان، محمد حسین محبی و جعفر خدایی عنوانی به دست نیاوردن. اگرچه که عسکری محمدیان واقعا در اندازه قهرمانی دنیا بود، او حتی بر سوان ترستینا قهرمان المپیک 1984 لس آنجلس هم پیروز شد، ولی یه اشتباه و یا یه اشتباه داوری از عسکری محمدیان یه بازنده ساخت و عسکری محمدیان بعد از همین رقابت‌ها با وزن 57 کیلوگرم خداحافظی کرد به وزنی بالاتر رفت. خب، کشتی که مشاهده می‌کنید وزن 57 کیلوگرم، رقابت‌های قهرمانی جهان سال 1990 در توکیو ژاپن. عسکری محمدیان یکی از امیدهای ما برای کسب مدال در مقابل حریفی از مجارستان قرار گرفت. در همون ابتدای کار با انعطاف بدنی خوب خودش شاخصه کشتی او هست موفق بشه که در یک شوق به پشت حریف بره و یک امتیاز رو به دست بیاره. حریف خاک کنه رو در خاک به دنبال اجرای فن هست، به دنبال اجرای فیتیل پیش تا فن رو به دست بیاره، بعد بتونه که فیتیل پیش خودش رو اجرا کنه. کشتی مجار هم در خاک قرار گرفته، سعی در بدلکاری داره، به این آسانی اجازه کار رو نمیده و اسکی رو مشاهده می‌کنید که سعی داره که کار رو همچنان در خاک دنبال کنه. داور وسط سرپا میده، کشتی حساس و سعیدش که فن کمر رو اجرا کنه. از 57 کیلوگرم فن کمر شگرد عسکری هست، در مسابقات مختلف رقیبان مختلف فن کمر رو اجرا کرد. حالا همچنان در حالت هجومی قرار گرفته، اینجا یه لحظه کمرگیری میکنه، نهایتا در منطقه قرمز تشک خاک میکنه و یک امتیاز دیگر هم به دست میاره. عسکری محمدیان حساب کار میشه 2-0. بله، داوران امتیاز رو دادند 2-0. حالا میشه برای زیر از راه دور، چه زیر خوبی، از اون بهتر اگه بتونه خاک کنه حریف خودش رو. اینجا عسکری محمدیان رفته رفته مسلط میشه، خاک میکنه و اینجا به دنبال بارانداز هست. کشتیگیده مجار هم سعی در بدلکاری داشت، باز هم عسکری محمدیان مشاهده میکنه به چه صورتی با هجوم‌های پیاپی کلافه کرده حریف خودش رو، حریف مجار رو کلافه کرده و اینجا تبدیل میکنه به مچ پا، خاک میکنه، سختی خاک میکنه و یک امتیاز رو به دست میاره. کار میشه 4-0 در یک کشتی برتر. تا به اینجای کار باز هم عسکری محمدیان یه زیرگیری چشم بسته، کشتیگیر مجار سعی داره که سرگردان در اختیار بگیره، دور میزنه و خاک میکنه عسکری محمدیان. اینجا سعی داره که مایه پارو کار رو در اختیار بگیره، در ادامه هم اینجا با سگک عسکری رو به پل میبره و ثانیه های پایانی کشتی هست. عسکری در این دیدار برتر بود، منتها نهایتاً اینجا رو پل گرفتار شد و نهایتاً وقت کشتن به پایان میرسه، 6-4 کشتی رو واگذار میکنه. کاروان ورزشی ایران در حالی عازم پکن و بازی‌های آسیایی 1990 شد که باز هم مثل همیشه نگاه ورزش ایران به کشتی و کسب مدال‌های رنگارنگ بود.
مدال‌هایی که در ادوار مختلف المپیک آسیایی نقش پررنگی در صعود کاروان ایران در جدول توزیع مدال داشته. در کشتی آزاد با 3 طلای اویس ملاح در 52، بهروز یاری در 74 و رضا سوخت سرایی در 130 و 2 نقره رسول خادم در 68 و آیت واگذاری در 82 و بالاخره 2 برنز جلیل جهانشاهی در 57 و ایوب بنی نصرت در 90 کیلو کارمون رو به پایان رسوندیم. اویس ملاح در 52 عمل کردی درخشان داشت و بهروز یاری که 4 سال بعد در هیروشیما هم طلا گرفت از خوبهای ما بود. یاری که در مارتینی 89 هم عضو تیم ملی بود و در اون رقابت‌های جهانی مقابل الکسان لیپولد آلبانی آسیب دید و به مسابقات ادامه نداد، بعدها در 2 جهانی 93 تورنتو و 94 استانبول هم شرکت کرد. رضا سوخت سرایی هم در سنگین وزن حاکم این وزن شد و بالاتر از رقیبان مغول و کره جنوبی ایستاد. رسول خادم هم بعد از پارک جانگ سونگ کره‌ای به نقره 68 رسید. در کشتی فرنگی اما طلایی نداشتیم. 3 نقره حسن یوسفی افشار در 62، محمد نادری در 100 و علیرضا لرستانی در 130 و 3 برنز رضا سیمخواه در 48 و احد پازاج در 57 و مسعود قدیمی در 74 حاصل تلاش بچه‌ها بود.